با نام و یاد خدای مهربان آرزوی بهترینا برای همتون. هر جایی هستی امیدوارم که حال دلتون خوش و خرم باشه. یک مستند داریم و تقدیم میخوام بکنم به نگاه قشنگتون، مستندهایی از افغانستان که همیشه مورد استقبال و برای بالا رفتن اطلاعات در مورد گذشته کشور افغانستان و اصالتی که ما روز به روز دنبال آن میگردیم که بهش برسیم. ناگفته های 31 سال از بزرگترین جنگ داخلی کابل که آغازگر فروپاشی دولت مجاهدین شد. جنگ افشار. سخی مددگاره قرآن نگه داره. الان داشتم احمد ظاهر گوش میدادم، آره این رفت تو مغزم. سخی مددگاه، آهنگ تصویرش بود، قرآن نگه دارت. بهم داشته باشیم. 31 سال پیش از امروز، در یکی از شبهای سرد زمستانی، احمد شای مسعود و عبدالرب رسول سیاف نیروهای پراکنده خود را از ساحات چارکار شمالی و جبلسراج جمع‌آوری می کند و تعداد از نیروهای خود را در دشت چمتله در عقب کوی افشار جابجا کرد و برای حمله بر مناطق تحت کنترل حزب وحدت آمادگی می گیرند. در آن شب سرد زمستانی ساکنان افشار به خواب می روند، بی خبر از این که فردا جهنم افشار شروع خواهد شد. قبل از تماشای این ویدیو حتما عضو کانال شوید و با لایک کردن این ویدیو از ما حمایت کنید. بعد از سقوط دولت نجیب الله، مجاهدین وارد کابل شدند و هر گروه بخشای از کابل را در دست گرفتند. شمال افغانستان تحت کنترل جنرال دوستم قرار داشت. غرب افغانستان به دست نیروهای اسماعیل خان بود. کابل میان حکومت و مخالفان مسلح چند پاره شده بود. مناطق شمالی افغانستان از جمله وزیر اکبر خان، شهر نو و کارته پروان به دست شورای نزار بود. غرب کابل تحت کنترل حزب وحدت اسلامی به رهبری عبدالعلی مزاری بود. هر کدوم از اشخاصی که به تصویر کشیدن قطعا طرفدارهای خودشونو دارن و هر کدوم برای آبادی کشور در حال تلاش بودن و اینکه متحد نشدن داستانش چیست؟ حساب کن تمامی این تصاویر با هم متحد بشن، دیگه مگه میشه افغانستان رو جمع کرد؟ وای چه دوره ای از دست رفته. دشت برچی، کارته سخی، قلعه شاده و مناطق هزارنشین به طور عمده در اختیار حزب وحدت بود. جنوب کابل و چهاراسیاب توسط حکمتیار و نیروهای حزب اسلامی کنترل می شد و از آنجا به موازی شورای نزار حملات راکتی و توپخانه انجام می داد و بخشای شمال غربی کابل در کنترل حزب جنبش ملی افغانستان به رهبری عبدالرشید دوستم بود. رهبران مجاهدین در سال 1371 هجری شمسی فیصله نامه پشاور را در پاکستان امضا کردند. بر اساس این فیصله نامه صبغت الله مجددی برای 2 ماه رئیس دولت انتخاب شد و تصمیم گرفته شد که بعد از گذشت این 2 ماه برهان الدین ربانی برای 4 ماه دیگر به حیث رئیس دولت خواهد بود. برهان الدین ربانی در این 4 ماه که در قدرت بود باید شورای حل و عقد را معرفی میکرد و وظیفه شورای حل و عقد این بود که یک حکومت 18 ماهه موقت را معرفی کند و مقدمات انتخابات عمومی و ایجاد یک حکومت فراگیری ملی را فراهم سازد. اما شورای حل و عقد تصمیم گرفت
که حکومت برهان الدین ربانی را برای 18 ماه دیگر تمدید کند. این میگم آخه با 2 ماه و 4 ماه و 3 ماه نمیشه آنچنان، یعنی تو اصلا فرصتی نداری برای مملکت داری. شما یک زمان بسیار بالا میخوای به هر حال آدم های مورد اعتماد خودتو پیدا کنی، منطقه های مورد اعتمادتو پیدا کنی، کدوم منطقه چی میخواد، این چی میخواد و چی میخواد، مردم چی میخواد. با 2 ماه تصمیم شورای حل و عقد مخالفت گلبدین حکمتیار را به همراه داشت. اگرچه در دولت مجاهدین برای گلبدین حکمتیار کرسی صدارت در نظر گرفته شده بود، اما گلبدین حکمتیار تمام قدرت را می‌خواست. هدف گلبدین این بود که تاجک‌ها نباید در سطح رهبری دولت قرار داشته باشد و به همین دلیل شروع به پرتاب راکت به سوی کابل کرد. این میشه قوم پرستی دیگه، فقط قوم خودش بود، اون قوم نباشه. چیزی که باعث اختلاف میشه به نظر من، انسان، آدم، چه دختره، چه زن، مرد، پیرمرد، پیرزن، فرقی نداره. کسی که قدرت، علم، اطلاعات، تفکر، مغز، تصمیمات قوی داشته باشه میتونه حرکت‌های خیلی خوبی در راستای پیشرفت جامعه انجام بده. احمدشاه مسعود، عبدالعلی مزاری و ژنرال دوستم با هم متحد شدند در برابر گلبدین حکمتیار و این اتحاد باعث شد که حملات گسترده حکمتیار در مناطق مختلف کابل دفع شود. حملات نیروهای حکمتیار به محله های غربی و ویژه به ساحات هزارنشین کابل ادامه داشت. این منطقه تحت بمباران‌های شدید حزب اسلامی قرار گرفت و نیروهای سه‌گانه مسعود، مزاری و دوستم توانستند حکمتیار را به عقب برانند. اما این ائتلاف مشترک دیر دوام نکرد و عبدالرشید دوستم از این ائتلاف خارج شد. در همین زمان حزب وحدت به رهبری عبدالعلی مزاری خواستار بیشتر شدن نمایندگانش در کابینه بود. حزب وحدت 3 وزارتخانه مهم مالیه، امنیت ملی و تجارت را از حکومت می‌خواست. حکومت از این میان وزارت مالیه و وزارت تجارت را برای حزب وحدت داد، ولی از سپردن وزارت امنیت به حزب وحدت خودداری کرد و از همین جا اختلاف حزب وحدت با دولت آغاز شد. این بده مزاری برای به دست آوردن وزارت امنیت ملی پافشاری می کرد. یا حقوق ملیت ها را مطرح کردیم به عنوان برادران، هم به عنوان این که ملیت های افغانستان برادرم، نه به عنوان دشمنی ملیت ها. ما برادریم با این برادران، 300 سال برادر بودیم، بعد از این خواهد برادر. دو تا برادر در یک خانه از خود از یک پدر مادر هست، حقوقی دارد. ببینید کسایی که اسپورت این جنگ میکرد، اون راکت مینداخت، دید من میگه دنبال قدرت بوده برا خودش و با حرکات و افکارهای زیرمیزی دنبال گول زدن مردم بود که مردم رو بکشونن طرف خودشون. آیا اون کسی که واقعا دلش برای مردم میسوخت کی بود؟ من خیلی ویدیوها از احمدشاه مسعود، علی مزاری، جنرال دوستم براتون میگم، دکتر نجیب الله و جنرال رازق، کسای دیگه، حالا حضور شفیع هزاره، ویدیوهاشون رو درست کردم، اطلاعاتشون، هر کسی به نوبه خودش احترامشو میذاش برا مردمه. و این حکمتیار که میگفت، من هیچ اطلاعاتی ازش ندارم، ویدیویی در موردش ندیدم که ببینم سیستم اصلیش در مورد چی بوده.
و اون یک تازی و حمله به این ور، تو راکت میندازی نمیای که مثلا یه نفر رو بکشی، تو میندازی خونه تخریب کنی، محله تخریب کنی، آدم بکشی، فلان بکنی، و سیستم های به این که مرتبط میباشد. حقوقشم میخواید، این به عنوان دشمنی نیست که این دوتا برادر دشمن. سالها هزاره ها در اقلیت و دور از قدرت در افغانستان بود و این اولین بار در تاریخ افغانستان بود که هزاره ها در حکومت نقش مهم داشتند. مزاری میخواست با بعد از گرفتن وزارت امنیت قدرت هزاره ها را افزایش دهد. دو وزارتی که به حزب وحدت رسیده بود همچنان کنترل اصلی آن در دست حزب وحدت نبود و حزب وحدت نقش سمبولیک داشتند. با گذشت هر روز اختلاف بین حزب وحدت و دولت بیشتر می شد و صلاحیت های حزب وحدت در داخل حکومت محدود می شد. این وضعیت منجر به 5 جنگ میان حزب وحدت و دولت برهان الدین ربانی شد. بلاخره در ماه میزان 1371 مزاری، گلبدین حکمتیار و دوستم با هم متحد شدند و طرح کودتا برای سرنگونی حکومت برهان الدین ربانی را طرح کردند. اصلا در مورد ربانی هم من باز اطلاعات کافی ندارم. جنگ های داخلی فقط باعث نابودی کشور میشه متاسفانه. طرح کودتا این گونه بود که حزب وحدت از استقامت گردنه باغ بالا، حزب اسلامی از استقامت چهل ستون و نیروهای جنبش از استقامت مکرویان و میدان هوایی بالای حکومت مرکزی حمله کرده و ارک را تصاحب کند و دولت جدید را تشکیل بدهد. در این طرح گلبدین حکمتیار به حیث رئیس جمهور، عبدالعلی مزاری به حیث صدر اعظم و عبدالرشید دوستم به حیث وزیر دفاع تعیین شد. یکی از نکات بس در تاکتیک های حمله این بود که حزب اسلامی، گلبدین حکمتیار و جنبش جنرال دوستم هیچ گونه تهدید از عقب جبهه نداشتند، ولی حزب وحدت عبدالعلی مزاری یک منطقه آسیب پذیر از عقب جبهه داشت و آن این که حزب اتحاد به رهبری عبدالرب رسول سیاف از ساحه پغمان ممکن بود برای حزب وحدت خطرساز شده و مشکل ایجاد کند. ملاحظت در آن زمان ساحه قرغه را تحت کنترل داشت و امکانات لوجستیکی و نظامیش توسط حزب جنبش جنرال دوستم اکمال می شد. بر اساس پیشبینی ها ظرفیت نظامی ملاحظت می توانست در روز کودتا مانع برای نیروهای اتحاد باشد و با ایجاد یک کمربند امنیتی می توانست سد راه نیروهای اتحاد شود. با هماهنگی جنرال دوستم ملاحظت شامل این طرح شد و حزب وحدت توافق نمود که در صورت اشتراک در این طرح پست قمندانی گارنیزیون شهر کابل را به ملاحظت بدهد و همچنان 80 میلیون پول نقد به خاطر 2 ماه مصارف فرقه برای ملاحظت بپردازد. یکی از اشتباهات استراتژیک مزاری این بود که مزاری تمام این توافقنامه را امضا کرده و به ملاحظت تسلیم کرد. اما ملاحظت به نزد احمدشاه مسعود وزیر دفاع حکومت مرکزی رفت و طرح را روی میزش گذاشت. احمدشاه مسعود 2 برابر پول توافق شده، یعنی 160 میلیون افغانی و همچنان پست معینیت اپراتیف وزارت دفاع را برای ملاحظت پیشنهاد کرد و به این اساس ملاحظت را خرید و از طرح گلبدین حکمتیار، عبدالعلی مزاری و دوستم با خبر شد. وای وای، من فکر مردمم، مردمی که اون موقع چقدر بازی چه قرار گرفتن، من از هیچی خبر نداشتن. خب
همه دنبال یه ذره صلح بودن، یه ذره آرامش بودن. و این مستند جنگ افشاره یک واقعه بسیار دردناک میتونست، یعنی شده دیگه برای مردم. ببینیم چه اتفاقی افتاده. حزب وحدت طرح کودتا توسط گلبدین حکمتیار، عبدالعلی مزاری و دوستم را خبر جعلی می دانند که توسط دولت برهان الدین ربانی برای مشروع ساختن جنگ افشار طرح گردیده است. در جدی 1371 هجری شمسی، حدود 40 روز پیش از جنگ افشار، به دنبال اعتراض شدید رهبران حزب وحدت به ربانی و مسعود که آنها را بی توجه به توافقات سیاسی و حقوق شیعیان می‌خواند، این حزب از دولت ربانی خارج شد. در این زمان حزب حرکت اسلامی به رهبری محمد آصف محسنی، رقیب اصلی وحدت که اکثر آن شیعیان غیر هزاره بودند و از متحدین مسعود به شمار می رفت، به ادامه کار ربانی به عنوان رئیس دولت مجاهدین رای داد. گلبدین حکمتیار گاه گاه از مناطق حزب وحدت به سمت مناطق شورای نزار راکت پرتاب میکرد و این بهانه شد برای مسعود تا به فکر تصرف افشار و حذف عبدالعلی مزاری شود. مسعود میخواست با تصرف غرب کابل و ویژه کارته سخی و افشار، علاوه بر حذف مزاری، بین کابل و حزب سیاف در پغمان راه ارتباطی ایجاد کند. مسعود بعد از آگاه شدن طرح کودتا، در اولین اقدام نیروهای پراکنده خود را از ساحات چارکار، شمالی و جبلسرا جمع‌آوری نمود و به تعداد 2000 نفر نیروهای خیش را با تجهیزات مکمل در دشت چمتله در عقب کوی افشار جابجا کرد و برای حمله بر مناطق تحت کنترل حزب وحدت تجدید قوا کرد. حمله از ساحات دیمزنگ برای مسعود به هیچ وجه مفید نبود و از نظر نظامی تنها منطقه که مسعود می توانست آن را شکست دهد، کوی افشار، ساحه کارته مامورین و خوشحال خان بود، چون در یک طرف این ساحه نیروهای اتحاد و ملاعزت قرار داشت و از استقامت دشت چمتله هم از قبل نیروهای شورای نزار جا به جا شده بود و در باغ بالا و کارته پروان نیروهای منظم شورای نزار کمربند امنیتی داشتند و به همین دلیل بهترین گزینه برای مسعود ساحه افشار انتخاب شد. با گفته عبدالعلی مزاری، قبل از حادثه افشار تعداد زیاد هزاره ها از خطر حمله احتمالی افشار را ترک کردند. اما اکثریت قزلباشان و سادات ها در خانه هایشان ماندند و فکر نمی کردند که دولت به افشار حمله کند. مردمان هزاره فرار کردند، بیرون شدند، اموال خود کشیدند یا خانه خود بیرون کردند که جنگ است. این برادرها به احساسی از یکی ما نجاتن ازاره نیستیم، ما را شاید ظلم نکنن، بالاترین صدمه را اینا دیدن. نظر شما چی بچه ها؟ یعنی باید اون مردم میموندن و جنگ میکردن یا اینکه کار خوبی کردن و رفتن دنبال زندگی خودشون؟ من هر دو طرف رو میتونم در موردش صحبت کنم، ولی میخوام نظر بچه ها رو ببینم. هر کسی نظرهای متفاوتی داره. البته شب 21 دلو 1371 هجری شمسی است و ساکنان افشار به دل آرام به خواب رفتند، بی خبر از این که فردا روز قیامت افشار خواهد بود. شبانه حملات راکیتی به کارته سخی، دانشگاه کابل و افشار شروع شد و ساعت 1 شب مؤسسه علوم اجتماعی کابل، محل حضور عبدالعلی مزاری، دبیر کل حزب وحدت اسلامی، توسط نیروهای برهان الدین ربانی، احمدشاه مسعود و عبدالرب رسول سیاف مورد تهاجم قرار گرفت.
عبدالرشید دوستم این موقع انگار رفته کنار یا داستانش چی بود بینم میگه؟ مؤسسه علوم اجتماعی از سه طرف مورد حمله قرار گرفت. از طرف غرب توسط نیروهای اتحاد اسلامی سیاف، از طرف شمال و جنوب توسط نیروهای دولتی مورد هجوم قرار گرفت. نیروهای حزب وحدت پس از چند ساعت مقاومت به سمت سیلوی مرکزی و کوته سنگی شهر کابل عقب نشینی کردند و سربازان مهاجم کارت سخی دانشگاه کابل و افشار را تصرف کردند. نیروهای عبدالرب رسول سیاف با برخی از نیروهای دولتی دست به کشتار، تجاوز، شکنجه و آتش زدن منازل در افشار زدند. اما آنچه این جنگ را از نظر تخطی های حقوق بشری برجسته ساخته است، جستجوی خانه به خانه و کشتار وسیع ساکنان غیر نظامی و تجاوز به آنها بوده است. گزارش ها حاکی از آن است که در زمان حمله به افشار از طرف دولت به نظامیان دستور داده شد که از تجاوز به جان و مال مردم جلوگیری شود. اما نظامیان به خصوص افراد سیاف به این دستور دولت توجه نکردند و شروع به سوختاندن خانه ها، قتل عام گسترده و تجاوز به زنان کردند. افراد سیاف به نوبت به خانه های غیر نظامی می رفتند، مردان خانه را می کشتند و به دختران و زنان افشاری تجاوز می کردند. حدود 90% اتحاد اسلامی به رهبری عبدالرب رسول سیاف رهبری این جنگ را بر عهده داشت و در این زمان سیاف حدود 1000 نفر از نیروهای جنگی از قندهار آورده بود که به گروه پایلوچ مشهور بودند. این گروه تمام قوانین جنگی را نقض کردند و به تجاوز، غارت و سوختاندن افشار دست زدند. یه مش دزد و جانی آورده. گزارش ها حاکی از آن است که در روز بعد جنگ زنان پغمانی از پغمان آمده بودند تا اموال دزدیده شده را به پغمان با خود ببرند. چه بد. و به گفته یکی از فرماندهان حزب سیاف حتی خشت های پخته افشار را دزدیدند و با آن خشت های پخته مسجد پغمان را ساختند. از کارته مامورین تا چهارراهی قنبر در هر درخت یک مرد افشاری غیر نظامی را به دار آویزان کرده بودند. خانم ها را قدم اول چیزی که مال و چیزی که بودن چور کردن بردن، هیچ جنس چیزی نماد. بعد از او مردها را گرفتن، این وهابی ها آمدن به خانه، از خانه ها کشیدن به درخت آویزان کردن که چند نفر هم اینجا خانم هایشان هستن که مردهاشان را به درخت آویزان کردن و از گردن خطا کرده گردنشان را بریده هم اینجا انداختن. در برخ منابع آمار کشته شدگان را به 2000 نفر گفته است، ولی عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت در سخنرانی های خود از حمله بر افشار به 700 تن کشته و اسیر، تخریب و تاراج 4000 خانه در افشار اشاره کرده است. هر خونه هم یه نفر توش باشه میشه 4000 نفر. هر خونه حداقل 2 نفر، یک زن و مرد داخلش هست، حالا بدون بچه 8000 نفر. آمار 700 نفر به نظرم غلطه. یک سال بعد وقت حزب وحدت دوباره افشار را گرفت، چندین گور دست جمعی را کشف کردند. تعداد جسدهای انداخته شده در میان چاه‌ها، جوی‌ها، کنار دیوارها، گودال‌ها و در داخل خانه‌های آواره شدگان شناسایی و سپس در چندین گور دست جمعی دفن کردند. وزیر دفاع دولت اسلامی احمدشاه مسعود در روز دوم دستور توقف درگیری‌ها را صادر کرد.
اما خشونت ها و ویژه اقدامات چون تخریب منازل و غارت اموال همچنان ادامه داشت. مسعود سپس برای دادن آرامش و اطمینان به شیعیان یک فرمانده شیعه به نام سید حسین انوری را منصوب کرد. عبدالعلی مزاری سید حسین انوری را مسئول فاجعه افشار می دانست و می گفت انوری 200 میلیون از احمدشاه مسعود گرفت و سنگر کوی افشار را فروخت و در برابر نیروهای مسعود مقاومت نکرد. قضیه افشار با این فاجعه و دردناکی که در مردم ما تا زنده است تا نسلهای آینده ما از این رنج میبرم، سر نخی این مسئله در دست آقای انوری بود. آقای انوری آقای سلطانی را برد در پیش مسعود، 200 میلیون پول گرفت برای 4 تا قماندان ما که در دور افشار بود. اینا الان غیر از سلطانی این 4 قماندان، یکیش اعدام شده، 3 تایش الان در دست ماست و اعتراف دارد. اما سید حسین انوری در زمان حیات خود بارها این ادعا را رد کرده و می گفت که در آن زمان او عضو دولت ربانی بوده، چگونه در مقابل دولتی که خودش عضو آن است جنگ می کرد. جنگ افشار واقعا فاجعه بود، فاجعه ای که فراموش ناشدنی است. اما این تاریخ بارها برای ما درس داده است که چقدر سیاست اشتباه رهبران می تواند برای یک مملکت خطرناک باشد. موضوع خیلی ساده را که می شد با گفتگو حل کرد، تبدیل به یک جنگ ویرانگر و وحشتناک ساختند و با این سیاست های اشتباه شعله کینه را در قلب هر هزاره تاجک، پشتون و سادات به وجود آوردند که تا به امروز خاموش ناشدنی است. شما چی فکر میکنید؟ آیا مقصر اصلی این جنگ سید حسین انوری بود یا خیر؟ حتما در قسمت کامنت همین ویدیو با ما در میان بگذارید. فاجعه قرن، نسل کشی به شدت فجیح، مقصر کی میتونه باشه؟ مردم بیگناهی که به دختر جلو چش خودش تجاوز کردن، سینه هاشو بریدن، بعد اون آدم چطوری دیگه میتونه زندگی کنه با اون وجدان و با اون دیدی که با چشمای خودش دید؟ اون نفرته چطوری میتونه بین بره؟ ما مردم همیشه بدبختی هامون در دست رهبران بیمسئولیت بوده، به خاطر همین همه در حال فرار و راه های پرسختی و چه فاجعه بدی. آخا مرسی که بودین، حالم بد شد.